به نام خداوند جان و خرد، کزین برتر اندیشه بر نگذرد. الهی خریدار مغز سخن، دلت برگسل زین سرای سپنج. کجا چون من و چون تو بسیار دید، نخواهد همی با کسی آرمی. اگر شهریاری اگر پیشگار، تو ناپایداری و او پایدار. چه با رنج باشی چه با تاج و تخت، ببایدت بستن به فرجام رخت. اگر زاهنی چرخ بگذاددت، چو گشتی کهن نیز بنواددت. چو سرو دلارام گردد به خم، خروشان شود نرگسانت دژم. همان چهره ارغوان زعفران، سبک مردم شاد گردن گران. اگر شهریاری و گر زیر دست، به جز خاک تیره نیابی نشست. کجان بزرگان و با تاج و تخت، کجان سواران پیروز بخت. کجان خردمند کنداوران، کجان سرافراز جنگی سران. کجان گزیده نیاکان ما، کجان دلیران و پاکان ما. همه خاک دارند بالین و خش، خنک آن که جز تخم نیکی نکش. خردمند باید جهاندار شاه، کجا هر کسی را بود نیک خواه. کسی کو بود تیز و برتر منش، به پیچت ز بیغاره و سرزنش. مبادا که گیرد به نزد تو جای، چنین مرد گر باشدت رهنمای. چنین است آیین خرم جهان، نخواهد به ما برگشادن نهان. بکوشی و آریز هر گونه چیز، نه مردم نه آن چیز ماند نه نیز. سرانجام با خاک باشیم جفت، دو رخ را به چادر بباید نهفت. بیا تا همه دست نیکی بریم، جهان جهان را به بد نسپاریم. برادران عزیز، چند کلامی از کتاب شاهنامه، چون در لرستان معمولا کتاب شاهنامه را میخوندن، در شب نشینی ها و جلسه ها چون شاهنامه را میخوندن، همین باعث شده بود که روحیه مردم لرستان، جوانای لرستان، روحیه خوشقول بودن، باصفا بودن، اهل دروغ و کژی و کاستی نبودن. ولی الان متاسفانه شاهنامه هم در لرستان کم رنگ شد. داستانی که میخونم داستان سپهبد بهرامه، که وقتی میره در میدان جنگ جنگ میکنه، تازیانه ازش وقتی که درفش ایرانو بلند میکنه با نیزه، تازیانش از روی کمربندش میفته. بعد وقتی برمیگرده میبینه تازیانش رو نیست. این به شأنش میخوره، به جوانمردیش میاد که تازیانش رو دشمن برداره و اسم بهرام روی تازیانه است. براش گران تمام میشه و با غیرت و شهامت به تنهایی میره در میدان، تازیانه رو برداره. حالا از همینجا چند کلامی خدمت از جمعه. ای تو باشی بر این گفتم داستان، که دهقان همی گوید از باستان. و از اون پس چو هر دو سپه آرمید، شب تیره یک بهره اندر کشید. دوان رفت بهرام پیش پدر، که ای باب نام آوره پرهنر، بدان گه که اون تاج برداشتم،
بدان گه که اون تاج برداشتم به نیزه به ابر اندر افراشتم یکی تازیانه ز من گم شده است چو گیرن بی مایه دشمن به دست به بهرام فرخنده باشد فسوس جهان پیش چشمم شود آبنوس شبم زود تازانه باز آورم شبم زود تازانه باز آورم اگر چند رنج دراز آورم مرین بد از اختر آید همین چه نامم به خاک اندر آید همین بدو گفت گو درز پیره پسر بدو گفت گو درز پیره پسر همی بخت خیش اندر آری به سر ز بهر یکی چوب بسته دوار مشو خیره اندر دم بدسگال چنین گفت بهرام چنین گفت بهرام جنگی که من نیم بهتر از دوده انجمن به جایی توان مرد که آید زمان به کجی چرا برد و باید گمان بدو گفت گیوی برادر مرو بدو گفت گیوی برادر مرو فراوان مرا تازیانه است نو یکی دست را سیم و زر اندر است دوانش به خوشاب پرگوهر است فرنگیز شون گنج بکشاد در مرا داد چندان سلیه نبرد من این در و تازیانه برداشتم به توران دگر خار بگذاشتم یکی نیز بخشید کابوس شا ز گوهر به سان فروزنده ما دگر پنج دارم همه زرنگار بر او بافته گوهر شاهوار ترا بخشم ای در ترا بخشم این هفت از ای در مرو یکی جنگ خیره میار آینو چنین گفت با گیو بهرام گرد چنین گفت با گیو بهرام گرد که این ننگ را خورده نتوان شمرد شما را ز رنگ و نگار است و گفت مرا آن که شد نام با ننگ جفت گریدون که تازانه باز آورم وگر سر به کوشش به گاز آورم برو رأی یزدان دیگر گونه بود همه گردش چرخ واژونه بود هر آنگه که بخت اندر آید به خواب سر مرد بیهوده گیرد شتاب بزد اسب آمد بدون رزمگاه درخشان شده روی گیتی ز ما
همیزار بگریز بر کشتگان، همیزار بگریز بر کشتگان، بر آن داغ دل وقت برگشتگان، تن ریو نیز اندر آن خون و خاک، شده غرق خفتان بر او چاک چاک، بر او زار بگریز بهرام شیر، که زار این سوار جوان دلیر. چو تو کشت اکنون چه یک مشت خاک، بزرگان به ایوان تو اندر مقاک، بگرد برادر یکا یک بگشت، بگرد برادر یکا یک بگشت، که بودنده افکنده در پهن دشت. آخ به سلامتی دارید که برمید. که دوستان به خصوص بچه های تئاتری هم که اینجا هستن، چون این جشنواره به هر حال مال خانواده تئاتر هست، که معمولا در کارهای نمایشی ما استفاده زیادی از نقالی یا شاهنامه خوانی میکنیم که همه اینها برگرفته از فرهنگ تهرانیه. اینه که ما نمونه های گوناگون رو داریم نشون میدیم که میتوانیم در نمایش های خودمون چگونه حالا بهره برداری بکنیم. ضمن این که من یک توصیه هم بدم، چون بازی تورنا اینجا قطع شد که استاد ایرج رحمان‌پور بیان، که آقای علی اکبر شکارچی لطف کردن، گفتیم خودتون بیاید راجع به شاهنامه صحبت کنید، که استاد رو من فکر نمی کردم ایشون حضور داشت در تهران باشن، که خوشبختانه خودشون اومدن و بسیاری هم از علاقه مندایی که هر جویشون برنامه داره میان که غوره رو اجرا میکنن، که در واقع یکی از قدیمی ترین آوای باستانی ایران است که در واقع ثبت و ضبط شده این آوا، که در سوگ عزیزان یا مثلا یلان میکنن و حتی در شادیان رفاق میدوند. و البته داستان ایشون من دوست دارم یه خطی که راجع به اون داستانی که میخواهید خوانده بشه یه توضیح کوتاهی بدین. امشب شبیه که برای دیشب اینو خواستم بگم، شاهنامه دیشب رو شما مشاهده کردید که از گیلان بود و این شاهنامه رو نمونای دیگه رو شبهای آینده میبینید. من اومدم بالا که این رو هم توضیح بدم. مرشد سعیدی، چون گفتیم شب لرستانه، بنا بود که امشب اجرا داشته باشه، ولی به من زنگ زد که من دارم حرکت میکنم فردا، گفتم امشب باید میومدیم. با همینا جا به جا کردیم، از استاد عزیزمون آقای مرشد ترابی خواستیم که برنامه فردا شب رو امشب بذاره، اگه جز جدول نیست به این خاطره که مرشد سعیدی فردا شب اجرا میکنه. تشکر.